سلام و وقت بخیر به مجموعه خبری این ساعت رادیو آزادی با من جاوید نعیمی خوش آمدین. رئیس جمهور آمریکا گفته به هیچ صورت به خاطر مبادله یک اسکر کشورش با پنج تن از کماندانان طالبان معذرت نخواهد خواست. اوباما گفت این یک فرصت بود که به دست آمد و در نتیجه آن با برکدال از قید طالبان رها شد. پیش از این شمار زیادی زیاد از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا شدیداً از چنین اقدام اوباما انتقاد کرده بودند. در این میان استیف وارن یک سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده گفته که وضعیت صحی برگدال به سوی بهبودی روان است رهبران جهان برای تجلیل از افتادمین سال روز پیاده شدن نیروهای متحدین در سواحل نورماندی فرانسه در جریان جنگ دوم جهانی در این کشور گرد هم آمدند رؤسای جمهور آمریکا و روسیه و رهبران فرانسه آلمان بریتانیا و کانادا در این مراسم شرکت داشتند گفته می شود که با این نشست امیدواری ها برای کاهش تنش های اوکراین به میان آمده است مراسم جمعه افتادومین سال روز پیاده شدن نیروهای متحدین در سواحل نورماندی بود در ششم جون سال 1944 برای نخستین بار نیروهای متحدین در نورماندی جبهات را از نزد نازی های آلمان تصرف کردند مقام های عراقی می گوین کنترول شهر سامارا را به دست گرفتند. به گفته این مقام ها با راهاندازی یک عملیات شورشیان وابسته به شبکه القاعده را از بخش این شهر بیرون راندند. شورشیان بر روز پنجشنبه بعض بخش های ساماره را در کنترول خود درآورده بودند. مقام ها می نیروهای خاص عراقی در حمایت هلیکوپترهای نظامی جنگجویان وابسته به گروه کشور اسلامی عراق و شام را از این شهر بیرون راندند. بر اساس گزارشات ده ها تن از شورشیان در این عملیات کشته شدند. سامارا حدود 350 هزار جمعیت دارد و مسجد تلایی که یک محل خیلی مقدس برای شیعیان به حساب می آید در این شهر موقعیت دارد. قرار است حسن روحانی رئیس جمهور ایران در هفته آینده به ترکیه برود. انتظار می رود و در این سفر با رجب طیب اردوغان صدر ترکیه دیدار کند ارنا خبرگزاری دولتی ایران دیروز گزارش داد که این سفر با تاریخ نام ماه جون صورت خواهد گرفت خبرگزاری فرانسه با نقل از مقام های ترکیه گزارش داده که با رئیس جمهور روحانی یک هیئت ارشد متشکل از وزرای ایرانی امرا خواهند بود یک مقام که خواستن نامش گرفتن نشود میگوید که گفتگوهای دو جانبه و شرق میانه در صدر مذاکرات رهبران ایران و ترکیه قرار خواهد داشت دو کشور روی مسئله سوریه با هم اختلاف دارند ترکیه از مخالفین و رژیم ایران در حال حاضر از رئیس جمهور بشار الاسد حمایت می کنند و شمار از محصلین طب در ایالت خیبر پشتونخوا مداخله پوانتونهای خصوصی در امور تدریسیشان را تقبیه کردند محصلین پوانتون تیبی خیبر اعتصاب درسی را در مورد عدم شرکت در سنفا آغاز کرده و به حکومت هشدار دادن که اگر مشکلاتشان حل نشود پوانتون خیبر را خواهند بست. به گفته این برای شمار از محصلین پوانتون های خصوصی که در کالج های دولتی درس خواندند به صورت غیر عادلانه نمره های بلند داده می شود. بیننده عزیز برخی تاولات خبری ما تا این ساعت تقدیمتان شد این خبرها و بیشتر از اینها در صفحه اینترنتی ما آزادی رادیو.com. تا دیدار بعد وقت هر یکتان خوش خدا نگهدار رادیو آزادی رادیو آزادی از هفت صبح تا هفت شام امواج متوسط 12.96 و اف ام 100.5